خب برم فرهنگیان یا نه؟ آقا من مصاحبه قبول شدم، برم فرهنگیان یا نرم فرهنگیان؟ این سوالیه که خیلی 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 ذهن تقریبا همتون رو به خودش مشغول کرده و میخوام تو این ویدیو دربارش صحبت بکنم و تکلیفتو مشخص کنم. اگر دعوت مصاحبه شدی بری فرهنگیان یا نه؟ علتی که اصلا من اومدم این ویدیو رو الان ساختم این بود که میخوان نتایج فرهنگیان رو زمانی بزنن که هنوز نتایج پایانی کنکور نیومده. یعنی شما اگه فرهنگیان رو دیگه بری اوکی بشی و این مصاحبه منظورمه، شما اگه بری دیگه نمیتونی انتخاب رشته بکنی، ولی اگر نری دیگه فرهنگیان پر، اون موقع میتونی بری مثلا سراغ رشته‌های دیگه. در واقع یه مهلت محدود میدن برای انتخاب رشته بعد از اینکه رتبت اومد، برای عذرخواهم انصراف بعد از اینکه رتبت اومد، ولی اینجوری نیست که تو نگاه بکنی ببینی اینور مثلا من پرستاری قبول شدم، اینور فرنگیان، حالا کدوم رو انتخاب بکنم. این شکلی نیست، شما باید یک جا تصمیم بگیری که کدومشو میخوای. اگه فرنگی میخوای دیگه اینو اصلا نمیبینی، حتی اگه رتبت میخورده. پس خیلی مهمه که آقا ما الان فرنگیان بریم یا رشته‌های دیگه. ببینید شما توی ایران داری زندگی میکنی، توی آمریکا نیست که یه سالاری یه درآمد برای خود مشخص بکنی بعد دیگه بگی اوکی من تا آخر درآمدم همین قده و براش برنامه ریزی بکنی. اینجوری نیست. توی ایران شما همیشه با پلن B C D E F G همینا رو داشته باشی و هدف گذاریات باید خیلی متنوع باشن که در هر شرایطی بتونی خودتو وفق بدی. مثلا من الان خودم کارم آنلاینه، دارم بسیار با اینترنت با شما صحبت میکنم. خب اگه اینترنت رو قطع بکنن، خب منو چجوری میخوای ببینی؟ هیچ، من بیکار میشم. اما من باید یه پلن دیگه داشته باشم برای خودم. عقل حکم میکنه این قضیه رو. و برای اینکه شما بتونی چند تا پلن داشته باشی، باید ایدئال گرایی تو حذف بکنی و بزنی تو سر این ایدئال گرایی. این همینجوری بزنیش فقط، چون همتون میگی نه من میخوام فلان شغل رو داشته باشم دیگه، نهایتا این نشون این. ولی اینکه بیایم اسم یه سری رشته ها رو براتون بگم که شاید حالا خدای نکرده همون رشته ها براتون آرزو بشه بعد اومدن رتبه، همون رشته مثلا الان بگی نه این چه وضعشه، من اصلا این رشته رو نمیخوام، فوش بدی به آدم. خب باید همیشه چند تا پلن داشته باشید و تکلیف خودت رو از اون مشخص کنی. میخوای کارمند باشی یا نمیخوای کارمند باشی؟ تکلیفت رو همینجا تو زندگیت مشخص کن. آقای پول نداری؟ اگه حالا خیلیام دوستان کار آزاد داشته باشن، پول ندارن، سروایی ندارن، حالشو ندارن، آقا وردا بیا برو اونور، برو برای خودت تو زندگی کارمندی داشت باش. کارمندی همچین هم بد نیست، خیلی ها زندگی کارمندی مساوی فوش میدونن. اگرم نه یه زندگی به قول معروف بی ثبات آزاد داشته باشن، من خب اونور منفی جلوه بدم، اونور کار آزاد داشتن شما امنیت شغلی نداری، اونور هیجان بالایی داری، درآمدت میتونی تا هر چقدر بخوای بالا پایین بکنی. ولی توی فرهنگیان و کلا کار دولتی این شکلی نیست. اینور خوبیا بدی خودش داره، اینور خوبیا بدی خودش داره. یعنی اونور کار بحث کارمندی توی این رنج کار آزاد از اینجاست تا اینجا، بحث اینه. حالا شما باید مشخص بکنی آیا من میخوام کارمند باشم یا نه. اگه جواب نه، پس تو فرهنگیان جای تو نیست. فرهنگیان چی کار میکنه اگه نمیخوای کارمند باشی؟ شما وارد فرهنگیان نباید بشی. این از اولی مسئله. حالا اگه نمیخوای کارمند باشی، شما باید بری سراغ رشته سلف ورکینگ نهایتا، این مخازره تحصیلات به درآمدزایی برسی. مثل رشته‌ای مثلا سلف ورکینگ ها، مثل مثلا کامپیوتر، تغذیه، فیزیوتراپی، رشته که خودت میتونی بری برای خودت آقایی بکنی، که خودت برای خودت میری یه شغلی دست و پا میکنی، نیازم نیست حتما برای کسی کار بکنی. حالا من یه ویدیوی جدا برای این سلف ورکینگ هم دارم، حتما چک کن. خب میتونی بری رشته سلف ورکینگ. حالا من میخوام کارمند بشم. اوکی، حالا اگه میخوای بری کارمند بشی، شما میری فرهنگیان رو انتخاب میکنی و کنارش با یه سری چیز دیگه هم یاد بگیری که اگر دو روز دیگه دیدی دخل به خرج نمیخوره، چون الان ببینید آموزش پرورش کلا یه سیستم بدی داره، زیاد پول زیادی به پرسنلش نمیده، اگه دیدی دخل به خرج نمیخوره بتونی اون حرفه رو هم داشته باشی، خب در کنار اون بحث فرهنگیانت. پس این از اولین قدم، میخوام کارمند باشم یا نمیخوام کارمند باشم. سوال بعدی که با خود برسی اینه که آیا میخوام مهاجرت بکنم یا نمیخوام مهاجرت بکنم. شما اگه هدفت مهاجرته، نرو فرنگیان، چون فرنگیان تعهد خدمت داره. ولی اگه نه نمیخوای مهاجرت بکنی، اون موقع فرنگیان میتونه برای تو گزینه خوبی باشه. به عنوان پایان این بحث، شما اگر یک آدم با سواد شغلی باشی، باید بیای یه رشته رو انتخاب بکنی، خب تکلیفتو مشخص کنی، فرنگیان یا این بحث. خب سایدت رو معلوم میکنی، مثلا میگه اوکی من تو فکر مهاجرتم، پس فرنگیان رو نمیخوام. به عنوان مثال میگه از این ور یه رشته انتخاب میکنی، مثلا میگه دندون پزشکی، نه دیگه داروسازی، نه فیزیوتراپی، نه بیشتر بیشتر بیا پایین. شما باید مشخص بکنی آقا فیزیوتراپی هم نشد، سر جلسه کنگو شاید اتفاق بیافته،
اوکی میخوام پرستاری قبول بشم، اوکی اونم نشد میخوام مثلا بهداشت قبول بشم، اوکی اونم نشد کلا میخوام مثلا حالا وارد پیام نور بشم، وارد رشته‌های دیگه بشم. شما باید تا اونجا بر خودت برنامه‌ریزی داشته باشی که برای هر کدوم میخوام چیکار بکنم. شما همیشه با خودتون برای بدترین حالات ممکن آماده بکنید. پس همیشه پلن A B C D E F G داشته باشید. ممنون میشم چنل من رو سابسکرایب بفرمایید و هر سالی داشتید در خدمتتون هستم. موفق و مایه باشید.